مهمانی عزیز اهل خانواده حیواندان دوستان و شاگردان سهراب ابرانویچ شریپوف حاضرینی گرامی در ایغاک قلب انسانی فاضل و دانشمند وکیل مجلس نمایندگان دعوت چهارم عضو کمیته مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان اوید با کارهای بین المللی اتحادی های جمعیتی و اطلاعات یکی از شخصیت های شناخته جامعه کشور سهراب ابرانویچ شریپوف دیروز از تپیدن بازماند مرگ به امان از میان ما شخصی را ربود که تمام فعالیت مهنتی دانش و خیره صرف کرد سهراب ابرانویچ شریپوف 18 اپریل سال 1963 در شهر دوشنبه در خانواده عالم و فیلسوف معروف کشورمون ابران شریپوف به دنیا آمد دانشگاه دولتی شهر مسکو به نام لمناسوف را ختم نمود با عنوان‌های بلند نامزد فن‌های فلسفه و دکتر علم‌های سیاسی سزاوار گردید سهراب شریپوف در وظیفه‌های اسیستنت کافدرای فلسفه دانشگاه دولتی تاجیکستان اسپیرانت و کارمند علمی فکولته فلسفه دانشگاه دولتی مسکو به نام لومانوسوف مدیر شعبه سیاست داخلی مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان معاون شعبه اطلاعات تحلیلی دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان یاردمچی پرزیدنت تاجیکستان دیرکتور مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان فعالیت نمود او تمام ذکاوت و نیروی خود را برای بنیاد جامعه نوین کشور صرف نموده و آینده شکوفا و پربار آن اطمینان کامل داشت در دل و خیال سهراب غیر از وطن و خدمت به وطن چیزی دیگری نبود همچون وکیل دعوت چهارم مجلس نمایندگان مجلس عالی جهت رشد و نموی پارلمنت کسبی تاجیک صمیمانه سعی و تلاش ورزید هنگام بررسی قانون ها با کمال مسئولیت و خرج دانش و تجربه غنی مناسبت نموده برای از هر لحاظ با صفت قبول گردیدن قانون ها و دیگر سندهای معیاری حقوقی سهم مناسب گذاشت مؤلف دو اثر ارزشمند اوید بر رشد روندهای سیاسی در تاجیکستان و زیاده از 300 مقاله می باشد و عضو شورای کارشناسان سازمان همکاری شانگهای عضو شورای علمی اکادمی سازمان امنیت و همکاری در اروپا و عضو شورا اوید و حمایت رساله های نامزدی علم های سیاسی بود با مدال 20 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و افتخارنامه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفراز گردانیده شده است با عهده سهراب ابرانویچ کدام وظیفه که سپرده نمیشد آن را با کمال مسئولیت شناسی و کاردانی احساس بلند پاک وجدانی با خرج تمام قوت و غیرت به اجرا میرساند در میان همکسبان، دوستان، خویشاوندان و شاگردان سزاوار احترام و دوستداری زیاد گشته بود. شیخ سعدی گویا که این بیت را در حق سهراب شریپوف گفته است. گلی بخار میسر نشود در بوستان، گلی بخار جهان مردمی نیکو سیرند
سهراب شریفو هنوز جوان بود و در دل آرزوهای زیادی خدمت به خلق و وطن داشت. دریغا مرگی به امان نگذاشت که او همه آرزوهای خود را عملی نماید. ولی در مدت عمری نه چندان طولانی خود او توانست که با خصلت های خمیده، با دانش و ذکاوت در دل و دیده ها جای بگیرد، از خود نشانه های نیک و یادگار ماند. ما امروز با قلب های پر درد و اندوه سهراب شریفوف را برای آخرت وصیل کرده باوری کامل داریم که یاد اینه که او در دل و خاطرها فراموش نخواهد شد. حاضرین گرامی، حالا با کمال احترام میخواهم همدردی و تسلیت پرزیدنت مملکت جناب عالی امام علی رحمان را به اهل خانواده، نزدیکان و پیوندان سهراب ابرانویچ شریفوف اظهار نمایم. همچون همدردی و تسلیت تمام هیئت پارلمان کشور را به اهل خانواده، نزدیکان و پیوندان مرحوم میرسانم. مرگ سهراب شریفوف برای همه ما تلفات گران است، ولی ما یاد او، کار او، فعالیت او را در دل خود، در خاطر خود همیشه زنده خواهیم داشت. مرگ نمیرد با مرگ، مرگ از او نام جوست، نام شد جاوید شد، مردنش آسان کجاست؟ از درگاه خداوند متعال طلب داریم که خانه آخرتش را پر نور و جایش را جنت گرداند، به اهل خانواده، دوستان و خویشاوندانش صبر جمیل عطا نماید. الویدا، الویدا، الویدا سهراب. انسانی که برای آرامی و آسودگی مردم مسلمان، جامعه مسلمانی سعی و تلاش و محنت و زحمت داشته باشد، برای اون هیچ خطری نیست. چرا که پیامبر علیه السلام میگوید الرحمون ارحمهم الرحمن، اونهایی که رحم به بندگان من میکنند، رحم و جنت و مغفرت و بخشش من برای اونها حتمی و لازم است. حالا در حدیث قدسی دیگر خداوند عز و جل میگوید این اردتم رحمتی فرحمو خلقی، اگر شما رحمت و جنت من را و مغفرت و رحم دلی من را میخواهید، شما رحم به بندگان من کنید، رحم به جامعه مسلمانی کنید، همیشه در سعی و تلاش آرامی جامعه مسلمانی کنید. از این آرامی پیشروی معنویات و آداب و اخلاق و دین و دنیا هست. پس مسلمان در عصر امروز، در امروز ما و شما همیشه برای آرامی جامعه با تمام میتوان سعی و تلاش میکند. برادر مرحوم سهراب از این گونه انسان بود که همیشه میخواست جامعه آرام باشد. برادری و دوستی و رفیقی و یک دیگر قدرکنی همیشه پابرجا و مستحکم باشد، از این گونه افراد جامعه بود. خداوند عز و جل رحمت و مغفرت و این مهنت ها و زحمت هایش را قدر کند و برایش اجر و پاداش عظیم است. وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم